You've been working on this book for uh, a long time and شما با کار طولانی برای نوشتن این کتاب عملاً تمامی زمینه‌های نبرد دو طرف را شهر داده اید نبرد سایبری ابزارهای مالی تحریم صادرات نفتی و کشمکش‌های دیپلماتیک در این بحث زمینه‌های از نقاط ضعف و قوت تهران و واشنگتن موجب شگفتی شما شد Could you tell us what surprised you most about the weaknesses and strengths of each side در مورد آمریکا شگفتی آور برای من فشار و زحمتی بود که آمریکا از نظر مالی توانست در مدتی بسیار کوتاه ایران را در مقابل چنین اهرمی بگذارد در که دولت بوش از اوضاع ایران که به دولت اوباما هم در آغاز سرایت کرد این بود که نمیتوان به اقتصاد بزرگ و متکی به نفت ایران صدمه ای وارد ساخت اما ثابت شد که این برداشت غلطی بود. آمریکا ظرف دو سال توانست اسباب زحمتی بسیار بزرگ و یک زجر اقتصادی باور نکردنی را برای ایران فراهم کند. در مورد ایران از آن چه زده شدم که ایرانی ها چقدر سریع و موثر توانستند دیپلماسی بین المللی را در جهت اهداف و منافع خود اداره کنند. آن هم درست پس از دوران احمدی نژاد که آن همه بار منفی علیه ایران تولید شده بود. با آن همه سیاه رسانه ای. حتما میدانید که دولت بوش زمینه های واقعی را برای بدجل به دادن ایران به کار گرفته بود و دولت ایران را به دولتی منفور در جهان مبدل ساخته بود بنابراین توانایی ایرانی ها در اداره بسیار ماهرانه گفتگوهای دیپلماتیک که از سال 2013 شروع شد برای من شگفت بود آنها اگرچه چه کاملا خارج از دیپلماسی بینالمللی بودند اما در مقابل آمریکایی ها و شورای امنیت به طرز بسیار مؤثر مانور میدادند

به نتایج آن پرزیدنت اوباما در حمایت معنوی از معترزین تعلل بسیار نشان داد که مبادا نتواند با رژیم اسلامی بر سر میز مذاکره چالش هسته ای با ایران را برطرف کند میدانیم که دولت آمریکا میگفت پشتیبانی علنی از جنبش سبز موجب سرکوب شدیدتر این جنبش خواهد شد و رژیم به معترضین بر چسب آمریکایی بودن خواهد زد Like, uh, and, uh, um, 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 I mean, what's interesting watching the Obama administration is President Obama really came into office with this. زمانی که سناتور اوباما به ریاست جمهوری رسید از لحاظ فلسفی نظرش این بود که من می توانم رقبای آمریکا را به سر میز مذاکره بیاورم و در آن زمان ایران در کانون توجهاتش بود او در همان چند ماه اول زمامداریش یک نامه و احتمالاً دو نامه به رهبر ایران نوشت و گفت ما می توانیم این موزل اتمی را به طور مسالمت آمیز حل کنید بعد هم به مناسبت نوروز پیامی برای ایرانیان فرستاد بنابراین می توانید ببینید که او چطور از همان ابتدا راه و چاره دیپلماتیک را به عنوان یک تاکتیک مطرح کرد. منتها در همان موقع در ایران انتخابات برگزار شد و اتهامات و اعتراض های حاکی از تقلبی بودن نتایج به نفع احمدی نژاد مطرح شد و اعتراضها به قیام جنبش سبز انجامید. در آن زمان بحث شدیدی در دولت اوباما بر سر اینکه چه باید بکنیم در گرفته بود من در این کتاب برخی از شواهد و برخی از توصیه هایی را که رئیس جمهوری از مشاوران ارشدش دریافت می کرد مطرح ساختم آنها همانطور که شما هم گفتید به او می گفتند اگر از جنبش سبز حمایت کنی بر به آمریکایی بودن میخورند. برخی دیگر می رهبر ایران به هر تقدیر جنبش سبز را سرکوب خواهد کرد. پس بهتر است از معترضین حمایت کنی. یکی از نکات جالبی که کشف کردم نقش CIA در آن روزهای کلیدی و تعیین کننده بود ببینید هر سازمان اطلاعاتی در دنیا برای قیام های مردمی طرحهای مختلفی دارد که اگر به هر دلیلی یکی انجام نشد جایگزین آن دنبال شود به خصوص در مورد کشوری که در حال دشمنی است از قبیل کمک های ارتباطی و حمایت های لوجستیک و غیره اما کاخ سفید به CIA دستور داد که در این مورد هیچ اقدامی لازم نیست گفته بود کنار بکشید در ده روز یا دو هفته اول کاخ سفید کاملا سکوت اختیار کرده بود پرزیدنت اوباما بیاناتی ایراد کرد که انگار دارد جنبش سبز را زیر سوال میبرد او چیزی گفت شبیه به اینکه موسوی احتمالا چندان بهتر از آنچه که هست نخواهد بود به این ترتیب پنجرهای که باز شده بود بسته شد برخی از نزدیکترین مشاوران اوباما خواهند گفت که ما نمیتوانستیم تغییری در اوضاع ایجاد کنیم اما من با کسانی هم صحبت کردهام که میگویند مسائل اتمی قطعا بر ذهنش حاکم شده بود و کاخ سفید اطمینان چندانی نداشت که جنبش سبز به جای برسد برای همین به این نتیجه رسیدند که بهتر است وارد این بازی نشویم فکر می‌کنم چند ماه بعد از اینکه جنبش سبز به گونه خشن و شدید سرکوب شد گفتگوها در ژنو و سر گرفته شد. منتقدین برجام در آمریکا استدلال کنند که پرزیدنت اوباما در مذاکرات با ایران از بسیاری خط قرمزهای خود عقب نشینی کرد. من جمله بستن تأسیسات اتمی فوردو، راکتور عراق، حق غنیسازی، پروسه بازرسی و راستی آزمایی. ارزیابی شما چیست؟ but, uh, Was decision not to wield this leverage, or that he thought he didn't have enough leverage to get a better deal from Iran? I mean, what, what I found interesting in reporting the book was how effectively the negotiations were set up. آنچه که در جریان نوشتن کتاب برایم جالب بود این است که مذاکرات چقدر موثر ترتیب داده شده بود ببینید از وقتی که تحریم ها اساسا در سال 2012 وضع شد تا سال 2013 که مذاکرات شروع شد شریان های اقتصادی ایران کاملا از نظام بانکی جهانی قطع شد بیش از نیمی از صادرات نفتی ایران کاهش پیدا کرده بود بنابراین آمریکا اهرمی باور نکردنی در اختیار داشت که تازه با فراهم شدن زمین های اولیه برای مذاکرات قدرت بیشتری هم می‌گرفت. اینکه قیمت های جهانی نفت در حال سقوط بود یکی از نتیجگیری های مهم کتاب این است که چرا آمریکا کمی بیشتر به فشارها ادامه نداد و با شروع مذاکرات از شدت فشارها کم کرد اگر به خاطر داشته باشید در آن زمان بحث های مهمی در این باره در آمریکا در جریان بود در اواخر سال 2013 کنگره هم سرگرم تهیه لایحه‌ای برای اعمال تحریم‌های جدید بود کنگره می گفت، ما تحریم‌های جدید را فعلا به اجرا نمیگذاریم اما اگر تا آخر سال توافقی حاصل نشد در آن صورت اجرا خواهیم کرد دولت اوباما می گفت نه این تهدید درست نیست چون باعث خواهد شد که ایران میز مذاکره را ترک کند ارزیابی من این است که در آن مرحله رژیم آنقدر نگران تحریم‌های جدید بود که به هیچ وجه مذاکرات را رها نمی‌کرد ترک مذاکرات آخرین کاری بود که فکرش را میکردند به نظر من واکنش کاخ سفید یعنی استفاده نکردن از همه اهرم هایی که در اختیار داشت معیار جدیدی بود چون به اصطلاح شروع به شل کردن قید و بندهای مالی و باز کردن شریان های اقتصادی کردند پس از رسیدن به توافق موقت پرداخت 750 میلیون دلار در ماه به ایران را شروع کردند فکر می کنم از نظر تاکتیکی تصور می کردن اگر تحریم ها را در جریان مذاکرات ادامه دهند یا حتی اگر تهدید کنند و یا فشار بیشتری بیاورند رهبر ایران مذاکرات را رها خواهد ارزیابی من این است که چنین کاری را نمی کردند. ایرانی ها می دانستند زیر چه فشارهای مالی شدیدی هستند و به مذاکرات نیاز داشتند. That they... پس شما فکر می کنید که آنها از اشتیاق بیش از حد آمریکا برای معامله استفاده کردند؟ yeah, بله چون دولت اوباما از یک طرف می گفت که همه گزینه ها روی میز است و از طرف دیگر می گفت که اگر ما حمله کنیم این باعث می شود جنگ وسیع تری در بگیرد و یا اینکه ایرانی ها خشمگین و وحشت زده شوند که این خود تضمینی بود که سلاح اتمی را بسازند بنابراین راه حل نظامی اساسا رد شد و دولت علنا شروع کرد به گفتن اینکه تحریم ها را بیش از این نمی توان ادامه داد این حرف را چندین بار گفتند من شواهدی برای اثبات پیدا نکردم ولی گفتند که تحریما تاثیر خودش را داشته و بیش از این کارساز نخواهد بود پس اگر گزینه نظامی مردود است و تحریم های بیشتر هم اثر بخش نیست لابد ایرانی ها هم به خودشان می گفتند که گفتگو تنها گزینه آمریکاست و آنها هم خودشان را در موقعیت خوبی میدیدند Uh, uh... طرفداران برجام از سوی دیگر میگویند آمریکا می توانست 12 سال پیش با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش با شرایطی بهتر به توافق برسد و شما در کتاب خود اشاره ای دارید مبنی بر اینکه پس از سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بحثی عراق رژیم جمهوری اسلامی هم که موجودیت خود را در خطر میدید از طریق سفیر سوئیس در تهران خواستار مذاکرات مستقیم و عادی ساختن روابط شده بود طبق این روایت ایران در ازای لغو تحریم های بین‌المللی حاضر بود برنامه اتمی خود را معلق کند و از حمایت خود از گروه های تروریستی حماس و حزب‌الله دست بردارد تا چقدر این پیشنهاد ایرانی ها در واشنگتن جدی گرفته شد و آیا به قول منتقدین دولت جورج دبلیو بوش این فرصت مناسبی بود که از دست رفت من با چند تن از مقامات ایرانی که در جریان این تلاش بودند صحبت کردم آنها تایید کردند و گفتند بله آن پیشنهاد جدی بود و مهر تایید حکومت را به همراه داشت اما احساس مقامات آمریکایی این بود که اقدامات ایران جنبه ای آماتوری دارد همین که پیشنهادی به این مهمی را به وزارت خارجه فکس کرده بودند چنین احساسی را تقویت میکرد حتی مقام های نظیر زلمای خلیلزاد که در دولت بوش بود و از مذاکرات طرفداری پرباق قرسی هم میکردند در آن موقع آن پیشنهاد به نظرشان قابل اطمینان نبود پرسش ها از جمله این بود که چرا آنها مستقیما از راه سازمان ملل اقدام نکردند چرا با سفیر آمریکا در سازمان ملل تماس نگرفتند چرا از مسیری شفاف وارد نشدند به همین جهت دولت بوش در آن موقع پیشنهاد را جدی نگرفت چون کاملا در لفافه مبهم و نامطمئن بود از غذا توافقی که در سال 2015 حاصل شد توافقی بود که دولت خاتمه می توانست با تمام مواد آن موافقت کند چون پرسش هایی که در سال 2003 برای آنها وجود داشت این بود که آیا می توانند غنی را ادامه دهند آیا می توانند زی زیر را حفظ کنند و دیدیم که آمریکا سرانجام با آن موافقت کرد پس اگر در سال 2003 هم جلویشان گذاشته میشد به احتمال قوی موافقت می کرد. شما در کتاب خود شهر می دهید که مقامات قضایی و داری آمریکا و به خصوص دادستان منحتن نیویورک نقش عمده ای در بکارگیری ابزار مالی و اقتدار آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در عرصه اقتصاد جهانی ایفا کردند و این سبب شد که اقتصاد ایران با بحران بی مواجه شود که یکی از موارد آن سقوط 70 درصدی ارزش ریال بود به نظر شما مقامات ایران توانی آمریکا را در ایجاد فشار اقتصادی دست کم گرفته بودند صادقانه بگویم قابلیت های آمریکا را همه دست کم گرفته بودند من حتی فکر نمی کنم که وزارت خزانه داری آمریکا تصویر درستی از این داشت که چقدر می تواند به اقتصاد ایران لطمه بزند چون این تحریم ها پیش از این هرگز به این صورت ترکیب و اعمال نشده بود در مورد عراق صدام حسین تحریم علیه دولت او وضع شده بود و سازمان ملل دولت های یاغی را تحریم می کرد در مورد ایران تحریم ها برای اولین بار بخشی از اقتصاد را هدف گرفته بود به شرکت های اقتصادی گفته شده بود اگر میخواهید با ایران معامله کنید بفرمایید اما دیگر به نظام مالی و بانکی آمریکا و به دلار دسترسی نخواهید داشت واقعیت این است که تقریبا همه شرکت های عمده که در صحنه بین المللی فعالیت می کنند باید دلار را انتخاب کنند بنابراین فکر نمی کنم که آمریکا از اول میدانست چه ضربه ای دارد می‌زند. ولی همانطور که اشاره کردید اقداماتی انجام گرفت که فکر کنم علیه بانکهایی در امارات بود که برای ایران معاملات دلاری انجام میدادند وزارت خزانه داری رفت سراغ این بانک ها و چنان به آنها ضربه زد که پولشان بلافاصله سقوط کرد فکر نمی کنم هیچ کسی واقعا درک کرده بود ابعاد ضربه که می توان وارد کرد چیست و چقدر سریع هم می شود این کار را کرد از اواسط سال 2012 تا اواخر سال 2013 بود که تحریم ها تاثیر کاملش را گذاشت یک قلمش این بود که بیش از نیمی از صادرات ایران را کاهش داد To the end of 2013, that these sanctions were in full effect and like it cut the Iranian exports by more than half. Mm. In your view, um, the JCPOA. Who's the biggest winner of this deal? مسئله خیلی پیچیده است و ارائه ارزیابی جامعی از این توافق احتمالا دهه ها وقت لازم دارد ولی نظر شخصی من این است که رهبر جمهوری اسلامی به بسیار چیزهایی که میخواست رسید چون در سال 2013 وقتی دولت روحانی سرکار آمد همه ایرانی ها سراسیمه بودند که چه بلایی دارد به سر اقتصاد کشورشان میآید؟ و روحانی اساسا به خامنه ای گفت ما باید مذاکره کنیم و باید صادرات نفتمان را مجددا برقرار کنیم و خامنه ای هم موافق بود ولی گفت ما باید زیرساختهایمان را حفظ کنیم هم زیرساختهای اتمی و هم زیرساختهای موشکی را و در انتها او لقب تحریمها را به دست آورد و موفق شد بیشتر زیر را هم نگه دارد و در ده سال دیگر حالا شاید خودش در قید حیات نباشد ولی کشور همچنان همه آن زیر را کماکان خواهد داشت از خیلی جهات من فکر می کنم که خامنه ای باز شدن وسیع درها به سوی دنیای بیرون را هم نمیخواست من فکر می کنم صرفا میخواست فشارهای اقتصادی برداشته شود تا اقتصاد کشور سقوط نکند و چرخهای اقتصادی بچرخد ولی نه تا آن اندازه ای که سرمایه غربی به کشور سرازیر شود و شما شاهد هستید که از وقتی که تحریم ها برداشته شده تجار ایرانی آمریکایی بازداشت میشوند که خیلی ها معتقدند این اختاری است به بقیه که زیادی تو نیایید و ادامه سرکوب های نیروی اپوزیسیون را داریم که از خیلی جهات نشانه تضعیف دولت روحانی است روز اول اوت رهبر یک سخنرانی کرد و در آن گفت من درست میگفتم نمیشه به امریکایی ها اعتماد کرد تو ساده بودی ما همه چی رو که میخواستیم به دست نیاوردیم پس به نظر می رسد که او خوب توانسته تعادلی به وجود بیاورد فشارهای اقتصادی برداشته شده سرمایه های خارجی عمده ای وارد نمی شود و او موفق شده ارتش را دست نخورده نگه دارد و قابلیت های اتمی را هم حفظ کرده و هر کاری که بخواهد می تواند با آن انجام دهد و همچنین شاهدیم که به اقدامات جسورانه اش در سوریه در یمن و عراق دارد ادامه میدهد از خیلی جهات دست کم 18 ماه پس از امضای توافق به نظر می رسد که رهبر جمهوری اسلامی به طور عمده به هر چه که می خواست رسیده به باور شما با پیروزی هیلری کلینتون و یا دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه سرنوشتی در انتظار برجام خواهد بود آقای ترامپ بارها در سخنرانی های انتخاباتیش تهدید به زیر پا گذاشتن این توافق کرده و در مواردی خواستار تجدید مذاکرات با تهران برای توافقی بهتر شده است خانم کلینتون هم متعهد شده است که به صورت سخت گیرانه تری ایران را ملزم به اجرای مو به کنم. برجام um, should, should they take power in january هر وقت دولتی عوض می شود من خیلی مشکوکم که رئیس جمهوری جدید بتواند قراردادی را تغییر دهد ترامپ یا کلینتون هر کدام که به ریاست جمهوری برسد و بخواهد چنین کاری کند عملی بیستوبات کننده خواهد بود پاره کردن توافق مشکلات عدیدهای با چین و روسیه به وجود خواهد آورد بسیار شگفتآور خواهد بود که اگر هر کدامشان بخواهند معامله را بر هم بزنند در این حال هر دو نامزد جمهوری اسلامی هم ترامپ و هم خانم کلینتون در مبارزات انتخاباتی خود صحبت از محکم کردن برجام زدند. به خصوص خانم کلینتون گفته است که اگر ایران به آزمایش های موشکیش ادامه دهد یا اگر در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت کند ما دوباره تحریم ها را بیشتر خواهیم کرد و تهران را به چالش خواهیم گرفت مقامات ایرانی هم خیلی رک و سریح گفتند هر نوع تحریم جدیدی نقص کننده برجام است و منزل شکست آن تلقی می شود. من فکر می کنم هر گونه روشی که آمریکا در ارتباط با تحریم ها در پیش بگیرد چه کلینتون رئیس جمهوری باشد یا ترامپ می تواند بالقوه باعث شود که ایران بگوید شما دارید توافق را نقض می کنید. همانطور که گفتم رهبر جمهوری اسلامی الان از نظر برقراری تعادل بین قدرت و تجدید حیات اقتصادی به همه چیزهایی که میخواست رسیده است منتها در چند سال آینده ورق ممکن است برگردد و اگر از طرف آمریکا فشاری اضافه شود توافق ممکن است به خطر بیفتد من برجام را با معامله مشابهی مقایسه میکنم که دولت بیل کلینتون در سال 1994 با کره شمالی امضا کرد کره شمالی قبول کرده بود در ازای امتیازهای اقتصادی فعالیتهایش را معلق کند اما کره شمالی بارها شکایت میکرد که به وعده ها عمل نشده است و آمریکا هم کشف کرد که آنها هرگز فعالیت هایشان را معلق نکرده بودند دیدیم که ده سال بعد توافق شکست خورد و الان اعتقاد بر این است که کره شمالی بین سی تا چهل که اتمی در اختیار دارد به نظر من خطر همینجاست یعنی فرسایش تدریجی و آهسته برجام نه شکست یک شبه و به محض انتخاب رئیس جمهوری جدید آمریکا The threat. You can have a kind of a slow erosion of an agreement rather than sort of a, an immediate collapse as soon as there's a new president.